قدیر فقط یک حادثه خاص تاریخی نیست که در زمان خود واقع شده باشد، بلکه تعیین سرنوشت تمام انسان‌ها در طول تاریخ است. در احادیث شیعه تعابیری همچون عید الله الاکبر، یعنی بزرگترین عید الهی، عید اهل بیت محمد و اشرف الاعیاد، یعنی والاترین عید، برای این روز به کار رفته است. شیعیان در سراسر جهان این روز را جشن گرفته و مراسم مختلفی در گرامی داشته آن برگزار می کنند و به ویژه در قرون اخیر این جشن به شکل باشکوه تری برگزار شده و از نمادهای اصلی شیعه شناخته می شود. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. واقعه قدیر خم از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که طی آن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری حضرت علی علیه السلام را به عنوان ولی و جانشین خود معرفی کرد و حاضران که بزرگان صحابه نیز در میانشان بودند در آنجا با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. طبق آیه 67 سوره مائده که به آیه تبلیغ مشهور است، پیامبر خدا از سوی پروردگار مأموریت یافت تا آنچه را که خدا دستور داده به مردم ابلاغ کند و اگر این کار را انجام ندهد رسالتش را انجام نداده است. این واقعه تاریخی هنگام بازگشت پیامبر اکرم از آخرین حج خود که به حجت الوداع، حجت البلاغ، حجت الاسلام و حجت التمام مشهور است، در مکانی به نام قدیر خم اتفاق افتاد، در حالی که بسیاری از افراد از این منطقه عبور کرده و بسیاری دیگر هنوز به آنجا نرسیده بودند. پیامبر اکرم به آنانی که رفته بودند دستور داد تا بازگردند و صبر کرد تا آنهایی که هنوز نرسیده بودند به قدیر خم برسند. بنابر روایت رسول خدا در قدیر خم همه مردم را که طبق نقل تاریخ شمار آنان از 90,000 تا 124,000 نفر می رسید گرد آورد و دست علی علیه السلام را بلند کرد تا همگان او را ببینند و فرمود: ای مردم، آیا من از خود شما بر شما بیشتر ولایت ندارم؟ مردم پاسخ دادند: آری ای رسول خدا. آنگاه حضرت فرمود: خدای متعال ولی من است و من ولی مؤمنین هستم و نسبت به آنان از خود آنان بیشتر ولایت دارم. پس هر کس که من مولای اویم، این علی مولای اوست. رسول خدا سه بار این جمله را تکرار کرد و فرمود: خدایا دوست بدار هر کسی که علی را دوست دارد و دشمن بدار هر کسی که او را دشمن می دارد و یاری نما هر کسی که او را یاری می نماید و به حال خود رها کن هر کس که او را وامی گذارد. سپس خطاب به مردم فرمود: حاضران این پیام را به غایبان برسانند. پس از واقعه قدیر، آیه سوم سوره مائده که به آیه اکمال مشهور است نازل شد و این روز را به روز اکمال دین و اتمام نعمت معرفی نمود. آنچه که مسلم است این است که مسئله اعلام علنی جانشینی امیرالمومنین علیه السلام فقط در قدیر خم انجام نشده و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیش از واقعه قدیر هم چندین بار به جانشینی حضرت علی علیه السلام اشاره فرموده بود. اولین بار حضرت رسول اکرم بنابر نقل مشهور در روزی که تحت عنوان یوم الدار یا یوم الانذار نام گرفته است، 3 سال بعد از بعثت، حضرت علی را در حالی که نوجوانی 15 ساله بود به عنوان جانشینی خود معرفی نمود که شأن نزول آیات 214 تا 216 سوره شعرا در این رابطه می باشد. همچنین حدیث منزلت روایتی است که جایگاه حضرت علی علیه السلام را نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همانند جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی معرفی می کند. این حدیث از احادیث مشهور نبوی و مورد قبول عالمان شیعه و اهل تسنن است. این حدیث که متواتر است دلالت بر جانشینی حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر و نیز برتری موقعیت ایشان بر دیگر اصحاب دارد. حدیث منزلت طبق نقل مشهور چندین بار از سوی پیامبر خدا به صورت علنی مطرح شده که غزوه تبوک در سال 9 هجری معروف ترین مورد آن است. همچنین در جریان عقد اخوت میان مسلمانان که پیامبر اکرم میان خود و علی علیه السلام عقد اخوت برقرار کرد. هنگام تولد امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما،
در سال 7 هجری در جریان جنگ خیبر. هنگام سد الابواب یعنی بسته شدن درب منازل افراد به مسجد النبی که فقط درب خانه امیرالمومنین بسته نشد و نهایتاً در قدیر خم. از جمله مواردی است که پیامبر اکرم با بیان این حدیث بارها بر مسئله جانشینی حضرت علی علیه السلام پس از خود تأکید کرده است. اهمیت روز قدیر در حقیقت گرامی داشته امامت به عنوان ادامه راه رسالت است. این واقعه نقش سرنوشت سازی در تعیین مسیر آینده اسلام داشت و پیامبر اکرم در این روز مهمترین مأموریت دوران پیامبری خود را به انجام رساند، مأموریتی که انجام آن به منزله رساندن پیام رسالت بود و کوتاهی در مورد آن باعث از بین رفتن زحمات چندین ساله ایشان می شد. لازم به ذکر است که واقعه قدیر در تمامی کتب شیعه و در کتب معروف اهل تسنن به صورت متواتر نقل شده است و درباره این واقعه مهم آثار متعددی توسط علما، نویسندگان و شعرا نگاشته شده که یکی از مهمترین و معروفترین آنها کتاب القدیر علامه عبدالحسین امینی است. علی اکبری، اخبار شیعه. سید محمد طباطبایی یزدی، پژوهشگر قدیر از شهر مقدس قم با ما همراه هستند. حاج آقا سلام علیکم، عرض ادب. علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم برنامه دارم و عید قدیر رو تبریک عرض می‌کنم. عید شما مبارک، بزرگوارید. حاج آقا بفرمایید در رابطه با اهمیت واقعی قدیر و تأثیر آن در سرنوشت اسلام و آینده آن لطفاً به اختصار توضیح بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعی قدیر رو اگر نگیم مهمترین واقعی تاریخ اسلام است، یکی از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است، منتها با این همه اهمیتش که عرض میکنم که یک وجه اهمیتش این است که آیه اکمال دین در شأن نزول این روز نازل شده است و چی مهمتر که دین الهی که این همه پیامبران الهی در طول تاریخ بیانگر آن بودند تا رسید به حضرت خاتم صلی الله علیه و آله که خاتم رسول هست، این دین در این روز و این واقعه بخصوص به اکمال رسیده است. خب طبیعتاً چون با سرنوشت سیاسی جهان اسلام هم مرتبط هست این واقعه، خب طبیعتاً دچار تحریف شده، یه عده‌ای کتمان کردن، یه عده‌ای بیان نکردن، تحریف کردن، کم و زیاد کردن و می‌بینیم اینجور که باید شاید الان اطلاع و آگاهی عموم مردم نسبت به اهمیت این واقعه ندارد. تو گزارش خبری شما هم آمده بود که عالمان اهل سنت روایت کردن، حدیث متواتره. ببینید یک عالمی مثل شمس الدین ذهبی از علمای اهل سنت قرن 8 هجری یک رساله ای می نویسد و می گوید این حدیث، هذا الحديث صحيح بلا ريب، یعنی بدون هیچ شک و شبهه این حدیث صحیح است. یه رساله ای هم می‌نویسه در اثبات این که مرحوم پدر ما سید عبدالعزیز طباطبایی که از محققین بودن این رساله رو کشف می‌کنن توی کتابخانه بعد از سال‌ها و منتشر می‌کنن و این خودش نشون دهنده اهمیت سند حدیث قدیر است. در خدمتتون هستم. بله حاج آقا بفرمایید به عنوان فردی که در زمینه کتاب القدیر علامه امینی پژوهش‌های وسیع انجام دادید، در رابطه با اهمیت این کتاب گرانسنگ هم مختصر توضیح بفرمایید. بله، عرض میکنم خدمتتون که پیش از مرحوم علامه کسانی بودند که راجع به مباحث امامتی کتاب نوشتن که البته طبیعتاً بخشی از کتابهاشون مربوط به قصه قدیر خمه، اما مرحوم علامه تخصصاً به حدیث قدیر و واقعه قدیر میپردازن. آنچه مهم است این است که خود ایشون تتبع بسیار فراوانی کرده، یعنی واقعا تلاش بسیار با امکانات اون 70-80 سال پیش حداقل که امکانات امروزی نبود، چقدر کتاب، چقدر کتابای خطی، نسخه ها رو پایین و بالا کردن تا تونستن این کتاب گرانسنگ رو برای ما به ارمغان بذارن که واقعا یک کتابی جاودانه است. هیچی در این کتاب دیگه کم گذاشته نشده.
یعنی هم راجع به اصل واقعی حدیث ایشون اومده، اصل واقعی قدیر از مورخین، از اصحاب حدیث، از اصحاب علوم قرآن، از همه کتابا تتبع کردن، اثبات کردن، و هم راجع به خود حدیث و مفاد حدیث. به این معنا که اگر ما میگیم این من کنت مولا فهذا علی مولا مفید امامته، این معنا رو میرسونه، چون بعضی گفتن صحیح ما قبول داریم این حدیث رو پیامبر فرمودن، اما نه به اون معنایی که شما میگید، شما شیعه ها ادعا میکنید. ایشون اومده در طول تاریخ اثبات کرده که تمام علما، شعرا، ادبا وقتی استناد میکنن به این کلمات پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، مفهوم امامت رو ازش فهمیدن، مفهوم خلافت و وصایت رو از این فهمیدن. خب 11 جلد کتاب ضخیم و تتبع فراوان، استناد به آیات، روایات، و مهمتر از همه این که آنچه ایشون به کار گرفته همه منابع اهل سنته، یعنی اصلا به کتب شیعه کاری نداشته. این خودش از در منطق بهش میگن جدل، یعنی انسان با کسی بحث بکنه و از طریق مسلمات طرف بحث بکنه، یعنی آنچه که آقا شما چی قبول دارید، این کتاب رو قبول دارید، اینو قبول دارید، تو همین کتابای شما این مطالب آمده است. این خودش هنر ایشونه که تونسته واقعا با مستندات کافی و وافی این رو اثبات بکنه. یه نکته من اضافه کنم، بعضی حالا تلقیشون اینه که القدیر آمده است با کسی بحث کند یا با کسی جدال کند یا مناقشه کند. خیر، علامه امینی دارد دعوت میکند مسلمین رو که با زبانی لطیف و دوستانه که بیاید خودتون ببینید، به منابع خودتون مراجعه کنید، ببینید کتابای قدیمی چی نوشته است. یعنی بحث گفتگوی خصمانه خدای نکرده با طرف نیست، دعوت به وحدت الهی و رسالت الهی رو تبیین کنیم و آشنا کنیم مسلمانان رو به اینکه چه گذشته در واقعه قدیر و چی منظور پیامبر اکرم بوده است که این جمعیت عظیم رو تو هوای گرم نگه دارن، دست علی رو بالا ببرن و بفرماید کن من کنت مولا فهذا علی مولا رحمت الله علیه، و این زحمتی که کشیدن و خلاصه روحشون شاد انشاءالله. انشاءالله تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم. سلامت باشید. سید محمد طباطبایی یزدی، پژوهشگر قدیر از شهر مقدس قم با ما همراه بودند.